نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. با تقدیم مهرامیزترین درودها به شما بینندگان ارجمند در روز 24 خرداد ماه 2581 شاهنشاهی هخامنشی و 14 جون 2022 میلادی در خدمت شما هستم، آریا باقری. امروز شنبه است،
برابر روش معمول برنامه در خدمت جناب آقای آذری و جناب دکتر سعید احمدی هستیم. شوربختانه تا اینجا مطلع شدم که جناب دکتر احمدی گرفتاری خیلی شدیدی دارن و در مطبشون و نمیتونن که به ما بپیوندن در حال حاضر، ولی امکان داره که در طول برنامه ما بتونیم که از وجود نازنین ایشون استفاده کنیم. اجازه بدید که جناب آذری نازنین رو خدمتشون عرض ادب کنیم. جناب آذری، از طرف خودم و تمام دوستان خدمت شما عرض ادب میکنیم و خوشحالم که در خدمت شما هستم. درود بفرستم به شما و همچنین مخاطبان عزیز، و متاسفم از اینکه دکتر عزیز ما دکتر سعید احمدی در برنامه به علت گرفتاری حضور ندارم، ولی آرزو میکنم که واقعا گرفتاری ها تخفیف پیدا بکنه و این عزیز نازنین در برنامه شرکت بفرماید، به خصوص که امروز خبرهای خیلی خیلی مهمی در مورد سرنوشت ایران داریم و تمام این تلاش ها و کوشش ها میرسد به خبر امروز در ارتباط با میهن عزیزمون. بسیار عالی، بسیار عالی. جناب آذری، اجازه بدید که دوستای عزیزی که از شروع برنامه به ما ملحق شدن، خانم مرسی خیامی لطف فرمودن، آقای فرامرز شهناز نازنین لطف کردن، تشریف آوردن، خانم سوسن بهجانی عزیز، خوشحالیم که خانم سوسن بهجانی عزیز این بار هنوز چیز نشدن، به حساب فریز نشدن به وسیله فیسبوک. آقای کاشانی عزیز لطف کردن، تشریف آوردن. خانم با سوسن بهجانی درود به جناب آذری ارزشمند فرستادن، باز فرمودن درود به تمامی دوستان. خوشحالم که آقای خانم سارا وزیری همچنین تشریف آوردن، بسیار خوشحالم. این عزیزانی هستند که همیشه ما رو دست یاری به ما میدن و ما رو به حساب تشویق میکنن و بر اون میدارن که این برنامه گرچه کوچک و شاید کم اهمیت باشد رو ادامه بدیم. جناب آذری عزیز، پیش از این که میدونم شما یک خبر بسیار بسیار مهم دارین، ولی اجازه بدید که امروز 24 خرداد ماه و دیروز تولد شهریار ایران شاهزاده رضا، ببخشید، سالروز ازدواج شهریار ایران شاهزاده رضا پهلوی و سرکار بانو سیمین پهلوی بوده، اعتماد امینی، یاسمین اعتماد امینی، نه خب یاسمین پهلوی هستن دیگه. بله حالا دیگه بله ما دیگه با خانم پهلوی کار داریم. البته بسیاری از ایشون رو به عنوان ملکه خطاب کردن، ما هم هیچ اعتراضی به این نداریم، ولی ما فعلا یک شهبانو داریم، یک ملکه داریم که تاج سر هممون هستن و اون مادر ایران شهبانو فرع پهلوی هستن، ولی ایشون هم به عنوان ملکه دوم میپذیریم و به روی چشم ما قرار میدیم. خواستم که شما به میمنت برای این روز بسیار بسیار خجسته لطف کنید که و حتما اطلاعاتی دارین به دوستان عزیز ما بفرمایید. امروز مصادف است با سالروز ازدواج دیروز بودم. دیروز بله. عرض کنم حضور شما که خب من شاهزاده رضا پهلوی که عزیزم خطاب میکنم به خودم، برای اینکه از زمانی که در زایشگاه حمایت مادران در خیابان مولوی به دنیا اومدن در زایشگاه بودم تا امروز که نزدیک نمیدونم 60 سال چقدر از عمر پربارشون میگذره. بله. و عرض کنم که در تمام فعالیت های ایشون خبراشون رو میدادم، حضور داشتم. ایشون ریاست عالی مسابقات مهارت فنی کارگران رو بر عهده داشتن، فرزندان کارگران رو بزرگ میپذیرفتن و من میرفتم در برنامه های مختلف. در 13 سالگی اولین پرواز سولو رو انجام دادن، با ایشون مصاحبه کردم، یک نسخه نوارشون در آمریکا از من خواستن دادم خدمتشون.
عرض کنم که در تمام فعالیتاشون بودم، همینطور از طرف واقعا اولیا حضرت یاسمین پهلوی باید عرض بکنم. دیگه ما باید یواش یواش عادت بکنیم هر یک رو در جایگاه فاخر خودشون نام ببریم. با پدرشون آقای اعتماد امینی دوست بودم و یک روز به من تلفن کردن از واشنگتن، گفتن میخوام بیام یک روز فقط تو رو ببینم، یه نهار بخورم برگردیم. همین کاری کردیم، رفتیم رستوران جوان. اتفاقا برادر آقای هویدا رو دیدم، فیدون هویدا رو با امیر طاهری در رستوران جوان نشسته بودن، صحبت کردیم و اصلا به فرودگاه رسیدم ایشون برگشتن. به صورت همه ما از این وصلت خوشحالیم و این سال روز رو به هر دو اینا تبریک میگم. سه فرزند برومن دارن که عرض کنم والعزت نور الان ازشون به عنوان جانشین شاهزاده رضا پهلوی نام برده میشه. ببینید امروز من خبرهای خیلی خیلی امیدوار کننده در مورد آینده ایرانمون دارم و فکر میکنم که ایرانی ها منتظر چنین خبرهایی باشن. بنابراین بنده با اجازه شما ضمن عرض تبریک مجدد به هر دوی این عزیزانمون و خاندان پهلوی، تمامشون واقعا، من اینجا والدین محمود رضا به من تلفن کردن، رفتم منزلشون و بیمارستان رفتم موقعی که حالشون بد شده بود به پرستار سپردم. تا از همه کدومشون بخواید من خاطرات فراوان دارم، اما الان امروز میخوام با این مسئله، امروز ساعت 7:52 صبح الان بهتون نشون میدم که یک ایمیل دریافت کردم با عکس. و البته شما میدونید که من در برنامه همین برنامه ها اعلام کردم که در برنامه گذشته که ما به فاز آخر مبارزات خودمون رسیدیم و اون براندازی و سقوط حکومته. ببینید وقتی تلویزیون ها و رادیوهای مهم جهان رو مطبوعات جهان از یه شخصیت بالایی مثل شاهزاده عزیزمون رضا پهلوی صحبت میکنند و اخبارشون رو پخش میکنند، این خیلی خبر است. همین مطلب رو در برنامه‌های گذشته خدمت مخاطبان عزیز عرض کردم و امروز اون روزیست که واقعا خبر یواش یواش داره به خبر به صورت رسمی در میاد. من در تمام این سال‌ها، تمام این 34 سال خبرها رو دنبال کردم و همیشه خبرهای درست به مردم دادم، هرگز یک خبر اشتباهی ندادم. و امروز هم به شما میگم مردم ایران خوب گوش کنید، با شما هستم. خبرهایی که داره میاد حکایت از این داره که تا شهریور آینده این حکومت سقوط کرده و رفته و شاهزاده رضا پهلوی میان به ایران برمیگردن و نظام شاهنشاهی دنبال میشه. من به همه شما پیشاپیش این تبریک رو میگم که بدانید، امیدوار باشید، آماده باشید، باید هر کدوم ما آستین بالا بزنیم و بریم و وطنمون درست کنیم. و این خبر در رسانه‌های گروهی همه جا بازتاب پیدا کرد. آن چیزی رو که عرض می‌کنم الان به شما خبر مستند در همین زمینه میدم که بدونید آنچه را که عرض کردم مبتنی بر واقعیت. گوش کنید. قدرت حاکم جهان در خرداد 1401 چند وقت پیش و توافقات به عمل آمده بین بلوک شرق و بلوک غرب مقدار کمی از اطلاعات بیرون درس کرده و از این قرار است بخش‌های شرقی کشور اوکراین به روسیه واگذار میشه و آتش بس انجام میشه و جنگ فروکش می نماید. درباره ایران تغییر مدیریت کشور ایران با برنامه زمانبندی شده بدین صورت پیش بینی شده. تا شهریور 1401 رژیم فعلی که نوکر بلوک شرق است مهلت داره برجام رو امضا کنه و جام زهر رو سر بکشه. ترور سران سپاه و رژیم سرعت بیشتری خواهد یافت. مراکز مهم نظامی رژیم با سرعت بیشتری منفجر شده و یا آسیب خواهند دید.
در شهریور 1401 که اتفاق بزرگ خواهد افتاد و حرکات اعتراضی مردم که فعلا به صورت مسالمت آمیز انجام میشه به سمت مقاومت های مسلحانه گرایش پیدا خواهد کرد. قدرت ها که اکنون در حال بررسی گزینه خود برای حاکمیت آینده ایران هستند از شهریور ماه به صورت آشکار روی موج تبلیغات قرار خواهد داد. در دیماه 1401 تحول اساسی و انتقال قدرت به یک حکومت دیگر خواهد. این چیزایی هستش که درس کرده و در ویکی لینکس منتشر شده و دقیقا مثل سال 57 و کنفرانس گوادالوپ که در مورد حکومت ایران تصمیم گرفتند، این هم یکی از اون تصمیمات هست. مشاهده کرده باشید شاهزاده رضا پهلوی در مصاحبه اخیرش بسیار انعکاس زیادی داشت که حتی خامنه ای پشتبندش روز بعدش آمد صحبت کرد، درباره حکومت پهلوی صحبت کرد. احتمالاً شاهزاده رضا پهلوی گزینه غرب برای جانشینی جمهوری اسلامی است. در روز جمعه 13 خرداد 1401 به شکل بی سابقه ای 4 شبکه تلویزیونی پربیننده فارسی زبان، بی بی سی فارسی، صدای آمریکا، اینترنشنال، من تو، همزمان سخنرانی و مصاحبه مطبوعاتی شاهزاده رو به صورت زنده پخش کردند و زمان زیادی را نیز به تحلیل سخنان و مطبوعات. بله، تا اینجا این به اصطلاح پیامی بود که خبری بود که درس کرده از کنفرانس نمایندگان آمریکا و اروپا در اروپا و همه و همه اینها. ببینید، اگر روزنامه نیویورک تایمز، روزنامه مجله گاردین یا مثلا لومود مقاله‌ای بنویسه، این نشان از اهمیتی است که اون مطلب داره. بنابراین این رو میخوام به شما بگم که در عرف کار ما روزنامه نگارا انعکاس این قبیل خبرها نشان از واقعیت ها داره. بنابراین میخوام به هموطنان عزیزم این نوید رو بدم که آماده باشن، ایران ما به زودی به امید پروردگار نجات خواهد یافت، هموطنان دربندمون آزاد خواهند شد. و ببینید، من یک بر اساس همین مطلبی که از الان به اطلاع شما رسوندم میخوام این مطلب رو دنبال بکنم، به این که رهبران شرق و غرب جهان این اواخر یعنی خرداد ماه سرانجام به این نتیجه رسیدند که از راه تعویض رژیم‌های دلخواه ملت‌ها و روی کار آوردن حکومت‌های نالایق مثل ایران و راه انداختن تروریسم نمیتونن به هدف‌های خودشون برسن. بهار عربی هم برای غرب نتیجه معکوس داشته. بنابراین استراتژی هنری برشت، جورج سوروس، هنری کیسینجر و پیش از اینها دکتر برنارد لوئیس همه و همه بیفایده بوده و لذا رهبران بزرگ جهان با 180 درجه چرخش سیاسی به توافق رسیدن. کجا میخوام برن دیگه؟ این همه تورم مردم رو دیوانه کرده، این همه لشکرکشی، این همه خون و خونریزی، تروریسم، هر روز تهدید اسرائیل علیه آمریکا، این هم شد مملکت. یک مش تروریست بیارن توی مملکت و هی طالبان بیارن. خود طالبان مورد نفرت مردم افغانستان قرار دارن. به هر صورت افزایش تورم در حال حاضر چنان رشد شتابنده پیدا کرده که همه را به وحشت انداخته. همینک در آمریکا و اروپا و دیگر ممالک جهان بهای مسکن به سرعت بالا رفته، بهای بنزین به بالاترین نرخ یعنی 7 دلار برای هر گالون رسیده. شما خودتون آقای باقری در این مملکت هستید، به مرسدس زیبای خودتون هم قربون بنزین میزنید، میدونید که چه خبره. البته برای شما بورژواها زیاد مهم نیست. بله، خیلی ممنون. برای ما کارگرا قربون، بله، مشکله ای کارگرا مثل شما بودن. والا
از که بالا دیگه یه فالش باگه وقتی سوار میشی معلومه دیگه. به صورت عرض کنم که رهبران آمریکا و اروپا به این نتیجه رسیدن که چاره درد کنار زدن حکومت اسلامی در ایران هست که در سراسر 46 سال گذشته جز کشتن مردم ایران و دشمنی بی جهت با آمریکا و اسرائیل و همسویی با حکومت‌های تروریستی و ایجاد خطر در بسیاری ممالک کار دیگری نکرده. طبق توافق شرق و غرب برجام اجرا میشه. مردم مبارز ایران مخصوصا عشایر مسلحانه وارد عمل خواهند شد. الان اومدن، ما نشون دادیم در همین برنامه، مسلح شدن مردم. ببینید اونهایی که رفتن اون پادگان ها رو سرقت کردن، سلاح ها رو بردن، به این نتیجه رسیدن که امروز این سلاح ها به کار باید بیاد. بنابراین شجریان هم استاد مرحوم درست خونده بود که حکومت توانگت را زمین بگذار. بنابراین از الان سرکوبگران و حکومت اسلامی باید به فکر آینده خودشون باشن. آینده بسیار مبهم و تاریک. طبق توافق شرق و غرب همچنان که گفتم ترور سرداران و سپاه به شدت بالا خواهد گرفت و مراکز نظامی مهم یکی پس از دیگری منفجر خواهد شد. در شهریور سال جاری تظاهرات مردم ایران به شدت بالا خواهد گرفت و همزمان روی کار آوردن یک حکومت ملی بنا به خواست اکثریت مردم در رأس مسائل خواهد بود. و این رو به شما نوید بدم، شاهزاده رضا پهلوی رژیم آینده ایران رو رهبری خواهد کرد. اگر شما دیدید با تمام اون فشار و مضایقی که برای هر گونه حرکتی در مورد این قلب ملت ایران که شاهزاده عزیز ما باشه فراهم می‌کردن در آمریکا یا اروپا، دیگه حالا همه رسیدن که نه، دیگه نمیشه به این وضع ادامه داد. بنابراین باید حمایت کرد از اون. بله بسیار خوب. اگر مثلا فرض بفرمایید بعضیا ناباورانه میگفتن مجاهدین، نخیر، مجاهدین هیچ زمینه ای در ایران ندارن. این اطمینان رو به شما بدم، سران ممالک هم میدونن اون رو برای لولو فقط ازش استفاده میکردن، هی بیارن ببینن. اگر شما حکومت اسلامی اگر مثلا سر عقل نیایید ما اینها رو میفرستیم جای شما. نه، این اصلا و ابدا مطرح نیستن. بنابراین به شما میخوام هموطنان عزیزم این نوید رو بدم. ببینید من از صدای امریکا استفاده دادم اومدم همینجا مبارزه کنم مثل شما. همه شما که الان روی خط این صفحه اومدید، تشریف آوردید که من با نهایت احترام از شما یاد میکنم که همیشه با ما بودید. بله ایران ما انشالله به امید پروردگار، همت خود ما ایرانی ها در داخل و خارج، این حکومت انتصابی آمریکا و اروپا رو که با هدف چاپیدن منابع ثروت ما مثل نفت و گاز و غیره و غیره روی کار آوردن سقوط خواهد کرد. هیچ راهی جهان نداره. به زنده یاد شاهنشاه عزیز ما گفته بودن من برم خاورمیانه خواهد رفت. خاورمیانه بره اروپا خواهد رفت، اروپا اگر بره آمریکا خواهد رفت، جهان خواهد رفت. ببینید به این نتیجه رسیدن. واقعا شما بگم این حرفایی که فرمایشاتی که اعلیحضرت در مورد آینده میفرمودن، واقعا من نمیدونم از یک فیلسوف واقعا آدم میباید بشنوه. تمام پیشبینی‌هاشون درست بود، برنامه‌هاشون درست بود. حتی هویدا زمانی گفته بود به اعلیحضرت که چی کار داریم با این چشم آبی ها؟ بیانشون کنید. گفتن اگر میترسی بارو کنار، من نخست وزیر ترسو نمیخوام. بله اینا رو میگفتن. ما بنا به ملاحظات خبری اینا رو توی خبرها نمینوشتیم. بسیاری مطالب بود که خود علازاد به من میفرمودن این قسمت قابل پخش نیست. ببینید ما باید ملاحظات خودمون رو در نظر بگیریم. امروز من میخوام این نوید رو دارم به شما میدم. خودم یک پارچه به عنوان یک ایرانی فقط و هیچی دیگه دم به عنوان یک ایرانی انقدر به هیجان اومدم
که این خبرها پشت سر هم داره میاد، خبرهای امیدوار کننده. شما این همه مسائل ارتباطی دارید، رادیو دارید، تلویزیون ها دارید، مطبوعات دارید، هیچ کدوم شما این مسائل رو اصلا باش مواجه نمیشید، نمیشنوید. اگر هم باشه به دلایلی نمیپردازن حضرات. گفت آن کس که گفت بهر تو مردم دروغ گفت، من راست گفتم که برای تو زنده‌ام. امروز اگر میدینی آریا باقری، یک صاحب منصب شایسته نیروی دریایی شاهنشاهی، وقتی بیاد میزبان یک چنین برنامه‌ای میشه، ببینید وقتی شخصیتی مثل دکتر سعید احمدی میاد توی این برنامه و من کمترین، به هر حال ما هر کدوم دارای بنده، نه سروران عزیزم، هر کدوم دارای ارزش‌هایی هستن. تمام این ارزش‌هایی که کسب کردن، تحصیل کردن، تلاش کردن، زحمت کشیدن، عمر گذروندن، برای این است که به مملکتشون خدمت کنن. من و ایشون و دکتر سعید احمدی هیچ سودایی نداریم الا اینکه بریم به مملکتمون. آقای احمد ایرانی عزیز، گلاز جوهرخواه، سایر رفقای عزیز، بله ما تمام این سالها مبارزه کردیم، فریاد کردیم و بالاخره حرفمونو به کرسی نشوندیم. من یک افتخار برام بس که من در اقلیت بودم، نمیتونستم از شاه صحبت کنم. هی به من میگفتن همکارانم، بعضی همکار، اینقدر شاه نکن، گفتم شما حرفای خودتونو بزنین، من شاه هم میخوام. بالاخره اکثریت بیدار شد، روشن شد، اومد به خیابون. امروز وقتی تظاهرات رو شما میبینید در سراسر ایران هست. فاز آخرشون که تیر خلاص رو به مغز این حکومت بزنید رو من بارها و بارها در همین برنامه اشاره کردم. که ما باید فاز آخر برنامه داخل مملکت این است که بریم ایستگاه‌های رادیو تلویزیون ها رو بگیریم در اونجا. بله باید میلیونی بریم به جایی که بریم تو خیابون‌های مختلف را بریم. حکومت اصلا به روی خودش نمیاره. ما میلیونی باید بریم و ایستگاه‌های رادیو تلویزیونی رو بگیریم، اعلام بکنیم که حکومت ساقط شده. ببینید عرض کنم که در ادامه این بحثی که امروز من یک کلیپ رو برای شما گذاشتم، در شهریور سال جاری تظاهرات مردم ایران به شدت بالا خواهد گرفت، همزمان روی کار آوردن یک حکومت ملی بنا به خواست اکثریت مردم در رأس مسائل خواهد بود و شاهزاده رضا پهلوی رژیم آینده رو رهبری خواهد کرد و نظام شاهنشاهی در ایران از سر گرفته خواهد شد. این چیزی است که اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران خواهان آنند. عرض کنم حضور شما که این نتیجه، باید بگم این نتیجه پیکار و مقاومت های مردم داخل و خارج از کشور هست. در این راه واقعا پرخطر بسیاری آمدن و جان خودشون رو از دست دادن، عزیزانشون اعدام شدن بی جهت. سپهبد بدرعی چه کرده بود جز خدمت به وطن؟ سرلشکر نشاط چه کار کرده بود؟ سپهبد مهدی رحیمی چه کار کرده بود؟ بگلری چه کار کرده بود؟ امینی افشار چه کار کرده بود؟ من تمام این نظامی ها رو از نزدیک باشون در ارتباط بودم. خب ببینید یکی از رفقای من خود همین آقای آریا باقری، سرهنگ نیروی دریایی شاهنشاهیه. ببینید این رفاقت ها، دوستی ها، اینها ارزش داره واقعا بهتون بگم. و بعد در کشور ما به جای حرمتگذاری، به جای تجدید و ستایش از خدمات این بزرگواران، اومدن چیکار کردن؟ اینا رو اعدام کردن. چرا؟ هویدا چیکار کرد که هر وقت می اومد تو نطق بکنه میگه این خودکار 13 سال پیش 5000 بود و من الان که الان تو این دادگاه هستم الان 5000. که همیشه میگفت کشور ما ایران نرخ تورمش پایین ترین نرخ تورم دنیاست با قیمتهای ثابت 14%. ببینیم ما همچین واقعیتی رو هیچ جایی ندیدیم و نشنیدیم. مملکت ما اولین کشوری بود ایران در سراسر خاورمیانه که حقوق مساوی به وسیله شاهنشاه
به زنان مملکت داده شد. وزیر داشتیم، وکیل داشتیم، سفیر داشتیم. و بعد متاسفم که بگم یک عنصری برمیگرده میگه ما در زمان محمد رضا شاه روانشاد من دارم میگم که ما اون موقع در مورد حقوق زنان نمیتونستیم حرف بزنیم. آقای آذری چرا اسم کثیفش رو نمیگین؟ خب دیگه میدونی شما ما... نه دیگه رو درواسی نداریم. بله ببینید دو سال گذشت همه بله. درواسی آره خانم هما سرشار اون جرثومه فساد اون کثافت فلان میگه که ما در زمان پادشاه از حقوق زنان نمیتونستیم صحبت کنیم. خاک بر سر بیشرفت کنن. اینجوری باید بگین آقای آذری؟ من یک روزی در یک سمیناری که در اینجا تشکیل شده بود در اعتراض به گفته ایشون برگشت گفتم کجا این مسائل بود در ایران؟ در صدای امریکا که ایشون شرکت کرده بود به عنوان مفسر سیاسی آمده بود گفتو شاه مردم خودش رو گوسفند خطاب میکرد. چند روز قبل منزل یکی از خویشاوندانم که افسر گارد شاهنشاهی بود در همینجاست رفته بودم، پسر عموم اومده بود، برادرم، رفتیم جمع بودیم. بهش گفتم ناصر جان تو واقعا تو افسر گارد شاهنشاهی بودی؟ هرگز تو شنیدی که علازت به کسی با اهانت صحبت میکنن؟ گفت مرگز. ببینید ما میمیریم از دنیا میریم. وقتی هر کسی از دنیا میره باید شکران نعمت بکنه. ما همینطور، ما که نه البته معدودی، همینطور میخوان کفران نعمت بکنن. به هر صورت به شما بگم، یا مثلا در همون سمیناری که اومده بودم شرکت کرده بودیم ایشون برگشت گفت من رفتم در مورد ختنه زنان در روستاها مطلبی بنویسم چاپ نکردم. گفتم چقدر کار خوبی کردم. این باعث تشییع افکار دیگران میشه در جاهای دیگه. خیلی کار خوبی کردم. بله حتی به شما بگم در کوی نهم آبان وقتی اعلیحضرتین تشریف آورده بودن هویدا بود، منم گوشه اتاق ایستاده بودم، دو زن چادری نشسته بودن پشت نیمکت. اولیا حضرت اومدن نزدیک شده گفتن این تنظیم خانواده که ایشون وارد شده بودن. گفتن که پرسیدن این زنها برای چی اینجا نشستن؟ گفتن اومدن قرص ضد بارداری بگیرن. گفتن چطور؟ گفتن برای این که ما یکی از مشکلاتی که داریم این است که باید جمعیت مملکت کنترل کنیم، مثل چین نشیم که 1,350,000,000 نفوس داشته باشه. دولت چین با اون مثلا سرزمین پهناورش نمیتونه غذا و مسکن و نمیدونم احتیاجات ملت کثیر خودش رو تامین بکنه. ما باید جناب آذری اجازه بدید که برگردیم به همون نواری که اول پخش کردید و اتفاقاتی که بعد از سخنرانی یا اون مصاحبه اعلی حضرت رضا شاه دوم انجام شده. یک تعدادی تصویر و عکس من بهتون نشون میدم و بعدا از شما میخوام که به طور مختصر در مورد صحبت کنیم. با کمالو بدم میخواستم این تیکر رو نتیجه برسم. بله اون این بود که وقتی اعلی حضرت اومدن پرسیدن اینا برای چی اینجا اومدن، گفتن اومدن قرص ضد بارداری بگیرن. بعد اول اعلی حضرت با همین زنا اومدن صحبت کردن، سکوت کردن، اینا هیچی نمیگفتن. گفتن چرا؟ گفتن برای که فارسی بلد نیست، از زبان آذربایجانی میدونن. اعلی حضرت چون پدرشون آذربایجانی بود فرمودن نچند اون اوشاخلارموار، یعنی چند تا بچه داری؟ گفت مثلا 4-5 تا مثلا. گفت نخبر دی. بعد اعلی حضرت کنجکاو شدن، داشتن با هویده صحبت میکردن، روشون برگردن گفتن چی بود جریان داستان؟ گفتن این دخترها هنوز به سن بلوغ نرسیده، میرن پزشکی قانونی، اینا پزشکی قانونی استعداد جسمانی اینا رو تایید میکنه، میان ازدواج میکنن، سر 4-5 تا بچه میدن. اعلی حضرت خیلی خیلی عظیم شگفت زده شدن، چون خودشون هم در برنامه تنظیم خانواده نظارت عالیه داشتن. رو کردن به من، فرمودن این مطلب قابل پخش نیست. گفتم اطاعت میکنم. به هویدا فرمودن از فردا هر کسی اجازه بده به دخترها که به سن بلوغ نرسیدن
اجازه ازدواج بدن چنین و چنان میشن و تحت تعقیب قانون قرار میگیرن. من خبر نذاشتم ولی اومدم به صادق احمدی وزیر دادگستری به منزلشون تلفن کردم گفتم فردا این خبر از دادگستری در کیهان گذاشتم که پزشکی قانونی از امروز اجازه صدور ازدواج برای دختران زیر 18 سال رو قدغن کرد. این ببینید حساب و کتاب داشت و عملی کرد. بنابراین ما در همه موارد واقعا متخصص داشتیم، تحصیل کرده داشتیم، کاردان داشتیم، کارشناس داشتیم. بله حالا شما بفرمایید مطالبی که فرمودید. عرضم به حضورتون که اصلا برای اینکه شما هم خسته نشین پشت سر هم به حضورتون که شش تا سازمان بعد از اون نشستی که شهریار ایران رضا شاه دوم داشتن و میدونید همه چه بازتاب بسیار جالبی در ایران و در سراسر جهان بین ایرانیانی که 8 میلیون ایرانی که در سراسر جهان هستند بازتاب گسترده و جالبی پیدا کرد و شش سازمان که ببینید الان من عکسشون رو نشون دادم یه مش آدمای جمهوری خواه واقعا کسافتن ای کاش که میدونید ضد ایرانن. جمهوری خواهی اشکال نداره، شما میتونید جمهوری خواه باشی، نمیدونم هر چیزی میتونی باشی، کمونیست باشی، ولی ضد مملکتت نباشی. اینا همیشه بر علیه مملکت. شما حالا ببینید چی نوشته رو این میگه شش سازمان سیاسی جمهوری خواه در واکنش به کنفرانس مطبوعاتی شاهزاده رضا پهلوی شعار رضا شاه روحت شاه را گفتن در حاشیه است. میگه حتی 6 تا عکس هم نتونستن دور هم جمع کنن، اینها که 4 تا هستن ولی میگن 6 تا. حالا من یه تعداد دیگه عکس میخوام بهتون نشون بدن دونه دونه راجع به همین مطلب که البته بعدن از شما میخوام که در این مورد صحبت کنید. این دو موجود کثیف و مضحک که میدونین یکیشون جوانمردیه، یکیشون هم خنده آوره، نیز مانند سایر پهلوی ستیزان خود به خود محکوم هستن بی آبرو شدن و نابودی. شعری هم میگه ای مگس عرصه سی مرغ نه جولانگه توست، ارز خود میبری و زحمت ما میداری. میبینید عکس اون مگس هم روی صورت این دوتا کثیف گذاشته. الان همایون شارلاتان همون شارلاتانه نمیدونم لگن فروش به قوله رضا احمدی، این بیشرف هر روز این جوانمردی رو میاره، اون خنده آور میاره، هوشنگ امیر احمدی رو میاره و امثال هم و با اینا صحبت میکنه و چه به حساب داد و بیدادی میکنن. عکس بعدی که میخوام بهتون نشون بدم این شش حزبی که میبینین، حزب جمهوری خواه شاهزاده رضا پهلوی را محکوم کردن. این شش حزب اون به حساب آرم حکومتیشون میبینین با دسته های بافور با حقه های کوچیک و بزرگ، این شش تا همون حکومتی به حساب گروهی هستن که ضد پادشاه هن. حالا عکس بعدی هستش در اینجا، این کثافت متعفن در تلویزیون بی بی سی هست این آقای آذری یا در من و تو؟ نه خیر، این در صدای امریکاست. من وقتی خواستم یکی از به اصطلاح مجریای اصلی صدای امریکا که غیبت داشت من انتخاب شدم برنامه‌اش رو اجرا کنم، قرار بود این شخص بیاد در برنامه، نیومد خوشبختانه. من اگر میومد همونجا ممکن بود باش در بیافتم و این فکر رو کرد و نیومد. توجه میکنید؟ بله. این آقای افشاریه. آها حالا ببینید چیه، سه تا حزب داره ایشون از شش تا حزب، سه تاش مال اینه دبیر کل های احزاب همبستگی جمهوری خواهان. ببینید این آقا رهبر یا رئیس سه تا حزب، حزبش هم فقط خودشه، یعنی یک نفر عضو خودشه، یک اتحاد جمهوری خواهان و جبهه جمهوری خواهان در یک بیانیه مشترک شاهزاده رضا پهلوی را به شدت محکوم کردند. پس یعنی شد یکی اتحاد جمهوری خواهان، یکی جبهه جمهوری خواهان،
یکی هم نمیدونم چی زهرمار، هر سه تا حزب هم رهبرش و رئیسش خود لجن کثافتشه که در تلویزیون بی بی سی هست میگن. این آشغالایی هم که اینجا عکساشون هست که کسانی که خیلی مشخصن من زیاد نمیشناسم، آقای آذری بیشترشون رو من، سازگارا رو میشناسم، اون زنیکه تلخه عبادی رو میشناسم، دیگه بگم همین جوان مرگی رو میشناسم، همین کسافتی که الان عکسش رو دیدین میشناسم. آقای آذری شما میتونی اسامی رو بگید؟ حالا این عکس خیلی خیلی کوچک و بعدم ارزش نداره اصلا. نه میخوام، نه چرا، اتفاقا اگه میدونین بگین بیان من بزرگ میکنم شما بگین. بفرمایید. والا دو مرتبه بله الان، نه الان بزرگ میکنم. بفرمایید. پدرسگ ببخشید. بله یکیش مثلا شریعت مداریه. آها بله، همون نفر اول بغل نفر دست چپ. بله بعد عرض کنم حضور شما، یکی منصور فرهنگ این دست چپ آخر اولی. بله بعدش هم اون چیز معروف خیلی نمیدونم کی، حالا اون سازگارا که پایین. بله اون خانم کار. بله یکیش تبرزدیه. بله بله این هستن دیگه، معلومه دیگه، الان خودشون نشون دادن واقعا. بله. این یارو فاطمه خانوم هم هست، این مال مجاهدین. بله بله. هست. این هم تبرزدیه، این که جوان مرگیه، این خانومای سلیتره نمیشناسم، این کچله نمیشناسم مثل خودمه، این آشغالم، اینا همشون مثل که تو تلویزیون چیزند. حالا بگذاریم بریم به بعد مثل که یه عکس دیگه هم هست آقای آذری بهتون نشون بدم بعد شما. اینم که خب بهتون نشون دادم، این ششت کثافتی است که ششت سازمان مزخرفی است که. خب آقای آذری شما راجع به اینا لطفاً یه کمی صحبت کنید. من استدام میکنم ازتون، میدونم شما بسیار در این موارد خیلی به حساب رعایت حفظ به حساب احترام دیگران رو دارید، خیلی ملاحظه کاری در این کار و این بستگی به حرفه مقدسی است که دارین، ولی میخوام خواهش کنم حداقل در مورد اسامی تعارف نکنید، هر کیو که میدونید آدم خائنی خب بدین. خب ببینید اصولا آقای باقری عزیز، زبان اطلاع رسانی، زبان مطبوعات یک زبان فاخره. بله. ما اصلا بر نمیتابیم که مثلا دشنام بدیم به کسی، برای اینکه در مورد مذمت دشنام گویان گفته شده است که هیچ میالای زبان خیش به دشنام، کشته شود به که ناسزا شنود کس. این چه تضمین شده. بنابراین من از هم انقدر حقایق وجود دارن که آدم اصلا نیازی نداره که به اینا دشنام بده. بله. ولی واقعا خب اینا که ادعای تحصیل و سواد آموزی و اصلا مطالعه و چه و چه دارند، چرا واقعا آیا در ذهنیت اینها همبستگی با ملت جای نداره؟ باید حتما برن از یک جای لیفت لیست بکنند و نمیدونم دریوزگی بکنند و نمیدونم واقعا متاسفم برای همشون و برای کسانی که ببینید الان دیگه زمانی رسیده که بالاخره ناله ها اثر کرده. گفت آه مظلوم به سوهان ماند، گر خود نبرد برنده را تیز کند. ببینید مشیت پروردگار بالاخره بر اثر مقاومت جانانه ملت ایران که بدون هیچ گونه رهبری داخلی یا پشتیبانی خارجی اومد رفت به میدان و گلوله رو از روی هوا میخواستن قاب بزنن، اومدن بالاخره دنیا رو ناگزیر کردن صداشون رو بشنون. کم نبود وقتی من وقتی مصاحبه شاهزاده رضا پهلوی رو از رسانه های اصلی آمریکا و اروپا دیدم تعجب کردم چطور شده بعد از اون همه محدودیت هایی که علیه شاهزاده به کار بسته میشد که ایشون هیچ کاری نکنه، حالا همه اینها صحبت از شاهزاده دارن میکنن. ببینید
اینجاست که مردم ایران حقانیت خودشون، ما بهترین مبارزه رو ملت ایران کردن. به شما بگم اگر در مصر دیدید ارتش بود از سیسی اومد به خواست مردم قاهره که رفتن میدان تحریر بس نشستن شبان روز موندن و ایشون ناگزیر کردن که بره به محمد مرسی رهبر اخوان المسلمین بگی دست از این اسلام بازی ها بکش، که گفت همینه و اومد از اتاق بیرون گفت بگیرینش و بالاخره حقانیت خودشون رو ثابت کردن. یه ارتش بودی داشتن، ما حتی پاسبان هامون و سربازای وظیفمون رو به دار آویختن، روده هاشون رو آویزان کردن از درخت ها. مگه ما این فجایع رو از یاد میبریم؟ نه، ما به خونخواهی ملت خودمون اومدیم مبارزه رو کردیم، با تمام بضاعت با تمام کم و کاستی ها ایستادگی کردیم. مگه من در صدای آمریکا نمیتونستم به ادامه کار بدم؟ ولی اونجا ابدا بازگو کننده آرمان ملت ایران نبود، دادخواهی مردم ما نبود. منم یه ایرانی هم. من جایی میرم کار بکنم که بتونم حرف ملت رو بازتاب بدم، این وظیفه منه. اگر یک نظامی امروز میاد از حدود و ثغور مملکت دفاع میکنه وظیفه‌شه. وظیفه من همینه که با صدای رسا صدای مظلومیت و حقانیت ملت ایران رو بازتاب بدم، که الان این همه شما میدونید از آغاز هر برنامه عده زیادی از هموطنان ما میان و کنار همین، اینا هم یاران ما هستن، خواهر و برادرهای من و شما هستن. اینا که صداشون نمیرسه، مایی که صدای ملتیم باید این رسالت و مسئولیت رو به بهترین وجه به انجام برسونیم. بله، بیایید ببینید در اروپا و آمریکا چه تعداد تلویزیون ها داریم، شبکه های جهانی. نمیدونم، ما میریم و برمیگردیم بعد از چند پیام به برنامه ادامه میدیم. پیش خودم گفتم کدوم برنامه رو میدید شما به مردم؟ کدوم؟ ببینید، ما امروز اومدیم اگر حرف میزنیم حرف ما شنیده شد. مژده بدم به شما، به همین شماهایی که در حاشیه اینجا هستید، برنامه هستید، و اونهایی که در سراسر دنیا اومدن آواره شدن، به خدا قسم آقای باقری عزیز، من وقتی رفتم به اسرائیل چند نفر یهودی رو دیدم که عکس شاه و شهبانو و عکس رضا شاه و شاهزاده رضا پهلوی رو به دیوار خونه هاشون آویخته بودن، اشک می ریختن. گفتن اینجا وطن دینی ماست، ولی وطن اصلیمون ایرانه. ما آرزومون اینه که برگردیم به ایران و خدمت بکنیم. بله عزیزان من، ببینید خدمت یعنی این آریا باقری تا زمانی که سرهنگ نیروی دریایی بود در نیروی دریایی خدمت میکرد. من تا زمانی که در ایران بودم در روزنامه کیهان خبرگزاری پاترا مصور امیدینا سیفیسیا مطلب می‌نوشتم. اومدم اینجا به من البته کار نمیدن، چون من خبر شاه رو تهیه میکردم، محکومم. ولی شما میدین مرتب تلویزیون داریم، رادیو داریم، کدوم یکی از اونها مثل من و شما فریاد حقانیت ملت در این سوی جهان سر میده؟ ما بالاخره پیروز شدیم، بهتون مژده بدم موفق شدیم. این حکومت رفتنی است. و بذارین براتون یک خبری بدم. از کنم نهمد احمدی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری، در واکنش به ارائه لایحه دولت ابراهیم رئیسی در اعطای حق استفاده از سلاح به ماموران امنیتی در تجمعات و ضمن اشاره به این موضوع که این تصمیم هراس را به جامعه تزریق خواهد کرد، به سایت دیدبان ایران گفت مطرح شدن این احتمال که هر کسی بتواند با اسلحه به مقابله بپردازد به این دلیل است که میخواهند نیروهای انتظامی را به همه تعمیم بدهند و اشخاص عادی را هم مشمول نیروهای مسلح کنند، با این توضیح که مسئله بسیار سخت خواهد بود و حتما تبعاتی سخت در پی خواهد داشت. در این گفته که عرض کنم که گفته است که مردم معترض ایران دیگر از هیچ چیزی نمی ترسند، اضافه کرد اتفاق تأسف‌بار این است که ظاهرا این تصمیم با هماهنگی با دستگاه قضایی برای قانونی شدن مطرح شده است. با این حال باید امیدوار بود مجلس و شورای نگهبان با قانونی شدن این لایحه مخالفت کنند.
بلکه مردم بیشتر از این فشار را تجربه نکنند. باید به نمایندگان مجلس متذکر شد این مسئله پیغام بسیار بدی دارد و در جامعه نوعی ناامنی را به وجود آورده است. یعنی مردم فکر میکنند اعتراض ها از این پس وسیع و دامنه‌دار خواهد شد و نیروهای دیگر قادر به کنترل نیستند و به همین دلیل به این تصمیم رسیدند که نیروهای غیر مسلح را هم مسلح کنند. ببینید، گفت الغریق یتشبث بکل حشیش، یعنی یک کسی که داره توی دریا غرق میشه حتی به یه پر کاهی بنده که خودش نجات بده. حکومت الان به هر وسیله میخواد خونسا بکنه رستاخیز ملی سراسری ملت ایران رو. نمیتونه دیگه، گذشت. من بارها و بارها گفتم این مسئله رو هم باید سرکوبگران جمهوری اسلامی بدونم، از الان تکلیفشون رو روشن کنم. فردا تعذر این که ما بعد مأمور بودیم و معذور بودیم، چه بودیم، بچه‌مو شیر نداشتنمون نمیدونم تنها، اینها تمام مردوده. اگه تو لباس نظامی به تنت کردی، اون لباس نظام سرکوبگری نیست، اون نظام حمایت از مردمه. تو باید این باتومی که میکشی به سر دشمنمون هموطنت بکوبی، نه برادر و خواهرت. مردم اینا چه گناهی کردن که باید 43 سال دارن سرکوب میشن؟ چرا؟ چرا؟ برای اینکه نفت داره؟ که چی شما اصلا هیچی هم بهش نمیدین؟ تو کارتون خواب قبر خوابش کردی؟ کاملا. جناب وزیری، دوستان عزیز، واقعا جای آقای دکتر احمدی نازنین بله، بله. حالی احساس میکنن و میفرمان که جاشون بسیار محسوسه. بله، بله. کاملا. همیشه آقای دکتر احمدی نازنین برای ما همیشه بسیار عزیز و گرانبهاست. بی‌نهایت. امروز که نبودن واقعا ما کمبود داریم، یعنی من خودم رو میگم. حضورتون که جناب وزیری، من سازگارا رو که میشناسین، بله، از کثیف‌ترین و ناپاک‌ترین موجودات خائن به ایرانه. کسی است که سپاه پاسداران رو ایجاد کرد، کسی است که در موقعی که خمینی در نفل و شاتا بود با اربابش اون ابراهیم یزدی دکتر، اون کثافت لجن مامور CIA بود و اینم معاون اون بود و در اتاق به حساب خمینی کار میکردن و آشپزی میکردن و کون خمینی رو میشستن و اینا. بعد وقتی هم که اومد ایران که دیدید سالها در قدرت بود و در کار بود، بالاخره وقتی که به اون مقام اصلی که احتمالاً هدفش ریاست جمهوری بود نرسید، اومد و جفتک زد که بعد خلاصه حالا مجبور، نه که فرار کرد، فکر میکنم به عنوان ستون پنجم فرستادنش بیرون و الان اینجا هر روز دوشنبه ها در برنامه آقای میبودی متاسفانه، شوربختانه، متاسفانه شرکت میکنه و اون وجود کثیفش در تلویزیون بی بی سی، در اینترنشنال، در منوتو ندیدم، ولی در بی بی سی و دیگه صدای آمریکا و صدای چیز همین اینترنشنال در اینجا هست. ولی ایشون گفته که اگر که در بساب پیامد همین سخنهای شاهزاده نازنین ما گفته که اگر شاهزاده ما را همسنگ خودشون و هم تراز خودشون بدونن، ما هم حاضر به همکاری هستیم. خواستم ببینم از نظر آقای آذری آیا یه همچین خائنی، یک همچین جرثومه فسادی، یک چنین کثافتی که مأمور یک دولت بیگانه بود و ایران را به نابودی کشید، آیا این میتونه همسنگ پادشاه ایران باشه؟ من عرض کنم حضور شما که ببینید، ما ممکنه با یک کسی مخالفت بکنیم و او رو اصلا به حساب نیاریم، ولی شاهزاده رضا پهلوی، اولیاعظمت شهبانو و والاعظمت یاسمین، اینها در جایگاهی قرار دارند که با همه افراد گفتگو میکنند. خود من به شاهزاده تلفن کردم زمانی که در صدای امریکا
کار میکردم، گفتم با یک کسی که من میشناسم موضع سیاسیش رو میدونم گفتگو نفرمایید. ایشون به من برگشتن گفتن که آقا باید با همه صحبت کرد. توجه میکنی؟ این است که شاهزاده این میدون رو به همه میدن، یعنی فرصت اعتراف به اشتباه، بازگشت از راه غلطی که رفتن. خیلی خیلی بزرگواری میخواد. ببینید قربان ببخشید، نه بذارید، بله جانم، پوزش میخوام از حضورتون. من در پاسخ به فرمایش شما و ایرادی که بسیاری از دوستان میگیرن میخوام بگم شاهزاده با هر کسی میتونه صحبت کنه، برای اینکه پادشاه ایرانه، پادشاه مجاهده، پادشاه توده‌ای، پادشاه کمونیسته. بنابراین نمیتونیم بگیم آقا چرا با پسر خمینی یا نوه خمینی صحبت کردی، برای اینکه پادشاه اونه. حالا ببینید نمونهشو، همین پدر ایشون شادمان انجام داده، دکتر حسین یزدی، یکی از به اصطلاح توده‌ای ها و کمونیست های ده آتشه بود. وقتی رفت آلمان شرقی به سن بالا که رسیده بود عریضه ای برای اعلیحضرت فرستاد و توش نوشت اعلیحضرت من به سن بالا رسیدم، اشتباه کردم، منو ببخشید. اعلیحضرت فرمودن بیا، آمد به وطنش. هیچ بدونی که کمترین واقعا آزاری به او برسه یا خدشه‌ای بهش وارد بشه زندگی کرد و به مرگ طبیعی مرد. بله جایگاه به خاندان سلطنت جایگاه فاخره، کما اینکه عکس هم قضیه هم صادقه. وقتی شاپور حمیدرضا کارهایی میکرد که برخلاف شأن پرشوکت پهلوی بود، علازت دستور دادن حمیدرضا رو به کاخ را ندن، من نمیدادم، راه نمیدادن ایشون رو. حتی ویگن به من برگشت که من در فرد تجریش میخونم اونجا ساعت 12 شب مثلا شاپور حمیدرضا میاد با 10-12 نفر شام میخورن، مشروب میخورن، آخر سر میگن حساب میزشون رو بذارن به حساب ویگن. میگه من چقدر میگیرم؟ من چرا باید این کارا رو کردن که بعد اومدن خواستن به اصطلاح یه سرپوشی بذارن روش در حکومت اسلامی؟ گفتن شاپور حمیدرضا موند. گفتن باشه، کسی هم بهش کاری نداره، چون با شاه مخالفت کرده بود به خاطر اون رفتارش. اینا رو ببینید، ما اگر از محمد رضا شاه امروز این حرفا رو میزنیم، اولا تعریف بیهوده نیست. من اینها رو با چشمم دیدم. میدونید این است که ببینید، من امروز ضمناً بگم که من خبرهایی هم دارم که حکایت از تشدید کشتن سپاه پاسداران و عرض کنم که سرداران سپاه، اینها رو که در اون تفسیر اون مطلبی که در مورد شهریور و سقوط این رژیم گفتم، نمونه هاش هم دارم. ببینید این برنامه، ببینید وقتی آدم های حرفه‌ای میان توی یک برنامه شرکت میکنن، مستند باید با مردم صحبت بکنن. من آدمی نیستم که بعد از این سن و سال و این همه سالها بیام یه مش دروغ تحویل مردم بدم، نه به هیچ وجه. من خبرهای درست میارم برای شما. یکی از مبارزان همین خانم سیما بهرامزاده است، همین الان که اومدن روی خط، که خانم مبارزه، خانم عرض کنم یه خانم دیگه هم هستم که بسیاری هستن، خانم سوسن بهجانی، مرثیه سلیمانی، بله دقیقاً. خانیه ایرانی، بله. و اینها خانم عرض کنم که خانم ماه داخل مملکت شیران، از داخل مملکت من اینا رو دارم. بله. حضور شما عرض کنم، میخواستم این خبرها رو هم به اطلاع هموطنان برسم. من فکر میکنم اگر یه آهنگ شما باشه اجازه بفرمایید که برای اینکه شما زیاد خسته نشین، یه فیلمی دارم از خانم مرزی نازیلا زارعی، اینو اجازه بدین پخش کنیم در مورد اینکه اینو تحت فشار گذاشتن، و چون از همین بانویی که در فیلمی که سپاه پاسداران تهیه کردن به نام عنکبوت سیاه، خانم مرزیلا مثل خانم زهرا امیر ابراهیمی
نه میدونم چون هنرپیشه بودن که شوهرشون ایشون رو بوسیدن و چه اعتراضی شده حسن اون یارو لات چاقو کشه هست که میشینه و فوش میده به همه و داد و بیداد میکنه، پاسدار حسن نمیدونم چی زهرماری و یکی هم پسر اون یارو مرد قورباغه‌ای فلسطین رائفی پور، اینها چقدر توهین کردن به این بانو و اینا. حالا به این بانوی هنرپیشه هم فشار رو بردن و ایشون چون ایشون هم به اونا به حساب تبریک گفته و بعدم اعتراض کرده به کارهای حکومت، بعد گویا اینو تحت فشار گذاشتن و اومده به عذرخواهی. اجازه بدید من این فیلم بسیاری از دوستان ندیدن، با هم میبینیم برمیگردیم خدمت خب با اجازه جناب آذری نازنین صدای شما رو باید ببندم، صدای این خانم بذارم بعد حضورتونش، بعد صدای خودم هم ببندم. در شرایطی که هر روز عده بیشتری به این نتیجه میرسند که حکومت جمهوری اسلامی به دلیل ساختار ویژه‌اش ناتوان از حل مشکلات ایران است و بحران‌های فراوان کشور مانند اشتغال، مسکن، آب، انرژی و آموزش فقط با وجود یک حکومت دموکراتیک و پاسخگو قابل حل شدن است، دیگر کسی انتظار ندارد که چهره‌های معروف در کنار حکومت بایستند. اما یکی از این چهره ها خیلی ها را دچار حیرت کرد و تمام قد به دفاع از حکومت برخاست. مریلا زارعی، چهره کم حاشیه و نسبتاً محبوب سینما و تلویزیون، در یک اظهار نظر چرخشی در ویدیویی که تازه منتشر شده از مردم خواست اگر مسئولی خطایی می‌کند آن اشتباه را به حساب کل سیستم یعنی حکومت نگذارند. او به مردم توصیه کرد امید داشته باشند و مشکلاتشان را با همدلی و همراهی حل کنند. حرفهایی که در این شرایط به یک خودزنی شبیه بود و معلوم نیست به چه دلیل مریلا زارعی این زمان را برای بیان این حرفها انتخاب کرده است. میدونم که خیلیامون الان این روزا دردمندیم، عزاداریم، حوادث تلخی که اتفاق افتاده، آبادان، حوادث قطار، حوادث این چنینی، واقعا نمیتونیم خوشحال باشیم. اما باید امیدوار باشیم و سعی کنیم که مثل یک قهرمان با مشکلاتمون برخورد کنیم و نه از موضع ضعف. برای این سرزمین انسان‌هایی ایستادگی کردن، پایمردی کردن، خونشون رو دادن و خانواده‌هایی بی سرپرست شدن برای اینکه من و شما اینجا کنار هم باشیم، عکس بگیریم، سلفی بگیریم، خوشحال باشیم. مسئولیت ما اینه که چشممون رو به روی این حوادث و وقایع نبندیم و منصف باشیم و اگر مسئولی فردی در کشور در تدبیرش دچار خلل میشه و اشتباه میکنه، به قیمت و به حساب کلیت یک سیستم نذاریم و به حساب این نذاریم که یادمون بره که آدمهایی برای ما رفتن و خون دادن. سعی کنیم امید داشته باشیم، با توکل به خدا انشاءالله مشکلاتمون مرتفع بشه، حل بشه، با همراهی هم، با همدلی. پر واضح است که این سخنان مریلا زارعی چقدر برای خیلی عظیمی از مردم ایران حیرت آور است. مردمی که این روزها بدون هیچ سازماندهی، حزب و رسانه مستقلی آنقدر از حکومت ناراضی اند که هر روز به بهانه‌ای بیرون می‌ریزند و شعار می‌دهند که کاش انقلاب نمی‌کردند یا اینکه انقلاب 57 را فتنه 57 می‌دانند و باعث تمام مشکلات خود. ملاحظه
می شود که در کوران این همه خشم و نفرت مردم از حکومت، اظهار نظر مریلا زارعی قدری درک ناشدنی به نظر می رسد. به همین دلیل خیلی ها آن را فروش شرف و وطن دانسته، گفتند خانم مریلا زارعی، شما که سرتان توی کار خودتان بود، به علاوه آن که این سر به تنتان می ارزید، شما چرا؟ شرفتان را چند فروختید؟ آنها به مریلا زارعی خاطر نشان کردند که جانبداری از یک سیستم آلوده، فرسوده، مریض و جنایتکار بهای گزافی دارد. گفتند این بها حتما مکفی و رضایت بخش بوده که به جرگه وطن فروشان و مردم فروشان پیوستید. جالب است که مریلا زارعی قبلا معتقد بود که هنرمند باید در برابر حکومت و در کنار مردم بایستد. هنرمند باید حرف مردمشو بزنه. هنرمند باید حرفی رو بزنه که مردم وقتی میشنون بگن خدا شکر یه نفر هست حرف منو زد. هنرمند نباید بره اون طرف قرار بگیره. هنرمند طرف مسئول نباید قرار بگیره. طرف نمیدونم وزیر چی رئیس چی نباید قرار بگیره. هنرمند باید طرف مردمش باشه. امیدوارم نماینده مردممون باشیم. حرفامونو شفاف بزنیم. تو لفافه نزنیم. هم این ورا داشته باشیم هم اون ورا داشته باشیم. من میگم حرفمونو واضح. حالا مریلا زارعی حرفش را واضح زده است، اما حرفی که 180 درجه با این نظر سابقش زاویه دارد. او کاملا از این رو به آن رو چرخیده و به جای حرف مردم حالا حرف حکومت را میزند. این چرخش مریلا زارعی مورد استقبال نیروهای مدافع حکومت واقع شده. آنها که این روزها به میانداری علی اکبر رائفی پور سلبریتی ها را مورد حمله قرار داده اند، حالا میگویند مریلا زارعی بازیگر با شرف و با وجدانی است و حسابش از دیگر سلبریتی ها که به آنها حمله میکنند جداست. بعضی از مخالفان حکومت هم با ادبیاتی بسیار تند مریلا زارعی را از عاقبت کسانی مانند رضا رویگری بیم دادند. رضا رویگری به دلیل خواندن سرود ایران ایران هم در هنگامه انقلاب و هم پس از آن و بروز ندادن نشانه ای از پشیمانی مورد خشم بسیاری از مخالفان حکومت قرار دارد. آنها ماجرای او در خانه سالمندان را آینه عبرت دانستند و حالا این ویدیو از او منتشر شده که ظاهراً حمایت و گلریزان برای اوست، اما وقتی حامیان تراول چک ها را در دهان رضا رویگری می گذارند وجهی تحقیرآمیز پیدا می کند. مریلا زارعی هرچند در گفتگو با فریدون جیرانی از ایستادن در سمت مردم میگوید، اما او در فیلم‌های حکومتی زیادی بازی کرده و عکس‌های زیادی از او با پوشش چادر در مراسم حکومتی منتشر شده است. به همین دلیل بعضی میگویند او در واقع از هواداران مخفی جمهوری اسلامی بوده و حالا که زمان فرو افتادن نقاب هاست به فرموده در سمت واقعی خود یعنی سمت حکومت ایستاده. در مقابل این نظر بدبینانه و قطعی میتوان این احتمال را هم در نظر گرفت که مریلا زارعی شاید واقعا به آنچه میگوید اعتقاد دارد و حکومت جمهوری اسلامی را حکومتی سالم و عاری از ضعف و اشتباه میداند. در این صورت می توان از او درباره پاره ای از مسائل سوال کرد. به عنوان مثال ماجرای هادی رستمی که این روزها قلب هر انسانی را به درد می آورد. هادی رستمی زندانی است که امروز فردا قرار است انگشتان دستش به جرم سرقت قطع شود. او به مردم، هنرمندان و نهادهای حقوق بشری التماس می کند که کمکش کنند. او می گوید به دلیل درمان فرزندش که مبتلا به سرطان بوده مجبور به دزدی شده. شاید امروز در هنگام شنیدن این گزارش انگشتان او را قطع کرده باشند. باید از مریلا زارعی پرسید آیا با مجازات وحشیانه و غیر انسانی مانند قطع انگشتان دست از سوی حکومتی که در کنارش ایستاده موافق است؟ در حالی که حکومت از صدر تا ذیل به انواع فسادها، دزدیها و رشوه ها آلوده است. اما در این حکومت کسی انگشتان دزدان بزرگ را قطع نمی کند. در روز بندر انزلی 10 روز آگاهی اردبیل و 13 روز آگاهی ارومیه. رفتارشون که خیلی شدید کتکت را تو آگاهی اردبیل به حدی شد که دست من تا حالتی که پلاتین داشت دست من مجدداً شکست. یک قفشون زن تو بیمارست. تموم انگشتان از کار افتادن. الان 2 تا از انگشتان لمس شده. مثلا در حد کتککاریشون، در حد مثلا توهیناشون. یعنی فکر کنم
هست نفرمون رو تا حد مرگ میبردن و برمیگردوندن. تقریبا یه 7-8 روز تو بیمارستان اردبیل بودم، همجور ما مو شکنجه کردن و اجازه اونا از اونا اعتراف گرفتن علکی که شما بگید ما بودیم، هادی هم با ما بوده. محکوم به 7-8 میلیارد رد مال شدم. کارهایی که نکردن، هر چقدر نامه نوشتن برای رئیس قوه قضاییه، برای دادستان کل، برای همه نهادهایی که شما فکر کنید جمهوری اسلامی، من فرستادم هیچ گونه جوابی نگرفتم. من حتی تو فاصله 2 متری با خودی که رئیسی که چیز بود، رئیس قوه قضاییه بود، اومد ارومیه باش صحبت کردم، گفت کارت حل میشه پسرم، ولی هیچ جوابی من نگرفتم. مجبور شدم که دست به دامن نهادهای بین المللی شدم که از شماها میخوام که واقعا تو این راه منو مساعدت کنید، کمکم کنید، چون که من دستم در معرض قطع شدنه، یه دستم که نقص عضوه، این یکی دستم من میخوام قطع کنن. من 2 تا پسر دارم که پسر کوچیکم مریض بیماری ارثی تب تشنج داره، حتی به سازمان بهزیستی و کمک به بچهای سرطانی مراجعه کردم، ولی هیچ کدوم از اینا جواب قاطعی به من ندادن. منم خرج هزینه پسرم برام سرسام آور بود، نمیتونستم که بتونم هزینه هاشو بدم. از لحاظ فقر مالی واقعا زیر خط فقر هستیم، واقعا مرز مهران تو استان ایلام اونجا زندگی میکنن که ابرار معاش زندان هم با شهرداری کردن این یکی اتاق و لباس شستن و ظرف شستن میتونم خرج خودم رو تو زندان در بیارم، فقط بتونم خرج خودم رو که بگم از گرسنگی نیفتم. من از نداری دست به این کار زدم، به خاطر مریض بودن بچم. اگه روزای اول بچه منو درمون میکردن من مجبور میشدم. خب دوستان عزیز، این نوار، یعنی این کلیپ تا 19 دقیقه است. من 7-8-5-6 دقیقه شو بخش کردم، خیلی چیزهای جالب داره، ولی هر کاری کردم ببرم جلو متاسفانه نمیشه، یعنی به این چورس نمیگه. آقای آذری نازنین، شما با دیدن این ویدیو چه فرمایشاتی رو میخوانید؟ ببینید آقای باقری عزیز، ما در نظام گذشته، ببینید شما اگر میرفتید زندان قصر، زندان قصر زندان نبود، مرکز عرض کنم چاپخونه بود، گلکاری بود، خیاطی بود، کفاشی بود. به دزدی که محکوم شده بود یه چیزی میآموختن، موقعی که از زندان آزاد میشد یه حرفه‌ای بلد بود، میرفت دنبال حرفش، به راه راست هدایت میشد. ببینید ما در حکومت اسلامی اصلا به انگیزش وقوع حوادث و ناراحتی هایی که به مردم روی میاره مرتکب میشن توجه ندارن. این بدبختی هم که الان داره صحبت میکنه، شما فکر میکنین همون خانم زارعی، مریلا زارعی، اگر اون حرفا رو زده واقعا از تای دلش گفته؟ مجبور بدبخت. و از طرف آقای ایرج خواننده، ایرج خواننده با منم دوست رفیق ششتاگ بازنشستگیشم، من دنبالش گرفتم از سب عباد خوزدوانی، خدای من شاید ایرج اومده از پایبران حکومت اسلامی تعریف کرده. این مگه افسر ژاندارمری نظام شاهنشاهی نبوده؟ و از اون شاه دوستای بسیار بسیار پایبند و عرض کنم وفادار. مجبور بدبخت. ببینید ما اینا رو زودی براشون رأی محکومیت نباید صادر بکنیم. اگر این همین خانومی که اومده، خانم میرلا زارعی، برای ایشون اومده یک طرف این حرف رو زده. ولی در شما وقتی میگین ما نباید به اصطلاح در کنار، وقتی میگه ما باید در کنار اصحاب حکومت باشیم، ببینید خیلی داره پیامش میگه، اینها رو باید توجه کنیم. ما اگر بخوایم همینطور با نمیدونم با شمشیر و با چوبه دار بخوایم با مردم مواجه بشیم که درست نیست. ما همش داریم هی میگیم آقای پاسدار، آقای بسیجی، بیا به مردم بپیوند. بسیجی و پاسدار چیکار میکنه؟ مگه تو سر مردم نمیزنه؟ شما دارین اونها رو دعوت میکنید بعد بخوابین تو گوشه یکی؟ نه. ببینید بندم دلم خونه، من هم مادرم رو از اینجا سوار هواپیما کردم فرستادم ایران بمیره و 4 روز بعدش هم مرد. من چرا نباید در خاک سپاری مادرم شرکت کنم؟ چرا باید محروم باشم؟ 4 برادر من در ایران مردن، ببخشید 2 تاشون در اینجا، 2 تاشون هم در ایران، چرا من نباید باشم؟ اینها فشار و مضایق است که حکومت چیست که بنده ممنون خروج بنده رو اومدن خلخ و پاک سازی کردم. من چی کار کردم؟ خودم هم مثال میزنم دیگه راحت. من
کارمند وزارت اطلاعات یعنی خبرگزاری پارس بودم و روزنامه شیخان، دو تا هم پرونده دارم. چیکار کردم؟ منو پاکسازی کردم. من اینجا داشتم درس میخوندم. نه دوستان عزیز، ببینید شتاب زده قضاوت نکنید. این بدبخت‌ها، منم اگر به عنوان یک روزنامه نگار خبرنگار در ایران بودم، به من میگفتن برو خبر خامنه‌ای رو تهیه کن، من میبایست برم تهیه کنم. من اجازه نداشتم. منتها در مملکت ما به صدا ما خودمان داور همه چیز میدونیم. یک تصادف اتومبیل رخ میداد در ایران، قبل از اینکه افسر راهنمایی رانندگی برسه خودمان میرفتیم به ایران، آقا جلو چشمتی چرا نهیدی؟ من این که طرز رانندگی، آقا به شما چه؟ پس اون کارشناس چی باید بگه؟ ببینید ما بخواییم بلافاصله در مسند قضاوت قرار بگیریم، نه، این بدبخت هم ایرانی هستن. ببینید ما یک زمانی حتی بعضی ها که میامدن برنامه اجرا میکردن مردم رو سرزنش میکردن چرا حرکت نمیکنن. آقا خانم عزیز، مسلسل گذاشتن کنار شقیقه نیروی ارتش، کاری نمیتونه بکنه، تکون بخوره. الان تو یک خبرها بود من داشتم که چقدر دوربین های چیز رو از چهارراه ها برداشتن، از کار انداختن. ببینید بی برنامه شروع شده البته، ولی حد چه توانستن وسایل سرکوب رو حکومت اسلامی از کره شمالی وارد کرد. بی خود نبود خامنه ای اولش رفت به پیونگیانگ و اونجا با اون خط کج و موج نوشتن، نمیدونم ورود آیت الله خامنه ای رو به پیونگیانگ تبریک میگیم. بله اومدن این همه داس سیاسی زدن، آخرش چی شد؟ این حکومت نامشروع هم باید برن کنار تا یک جامعه بیاد بر اساس قوانین مقررات و اخلاق نسبت به حوادث که رخ میده رأی صادر کنه. رأی صادر هم باید از سوی قضات ربط و متخصص صادر بشه، نه من و شما. بنده اومدم درسم خوندم، رفتم روزنامه نگاری خوندم، قضاوت هر کار من نیست. من میام اینجا با نهایت شامت میگم آقا بنده اگه پس فردا برگشتم ایران بیایید منو محاکمه بکنید. من از من بپرسید تو که اونجا آزاد بودی برای نجات مملکت چیکار کردی؟ آیا همه حاضران این کارو بکنن؟ آیا اونایی که الان جلوی میکروفون ها جلوی دوربین ها نشستن واقعا اون مسئولیتی که به عهده گرفتند رو به بهترین وجه انجام میدن؟ ناله مردم رو، درد مردم رو منعکس میکنن؟ جناب وزیری، اگر فیلم رو کاملا توجه فرمودید، خانم مریلا زارعی در یک قسمت قبلی در تلویزیون مصاحبه داشتن و در اونجا حمله میکنه به حکومت. دیدیم بله. که داشتیم بله. آقا ما نباید خودمون رو قاطی کنیم بله. همین بله. بر همون بر، ولی بعد با اتفاقی که برش میفته و اون همون طائفی، یعنی همون پسر اون بله. چیز فلسطینی یاسر عرفات که میدونید وقت اومده بود یکی از فاحشه های شهر نو رو شب میذارن تنگش و این سکتوله ازش به وجود میاد، حالا شده سخنران و استاد دانشگاه و اون حسن نمیدونم چی، اون تئوریسین حکومت نظامی یعنی حکومت اسلامی، اینا چقدر بهش حمله کردن و خود همون ساواما و غیره اونا مجبور بود بیاد این کارو بکنه. بله. ولی میگن که تو نمیخواد که چی میگن، نمیخواد لب خزینه بشینی نه لب خزینه کار بد بکنی، بنابراین تو اصلا اونجا بی خود اون حرفا رو زدی و بعدم دیگه مجبور شدی اینا رو بگی و به قول شما نباید روش قضاوت کرد. ولی حتما بدونید اولش اومده تعریف کرده، بعدن اومده تکذیب کرده. بله فرصتی پیدا کرده. نه همون نه اون فیلمی که اول دیدیم، یعنی توی تلویزیون بود و داشت صحبت میکرد، نشسته بود و خیلی هم با چیز اونجا داشت از حکومت انتقاد میکرد. بله. بعد گرفتن مجبورش کردن به این روزش انداختن که بیاد بگه آقا بله، حالا اگه وقتی که کاری کرد نباید بگیم حکومت خیلی خوبه. به هر جهت بگذاریم از این مطلب،
بریم آقای آذری نازنین سراغ یه مطلب دیگه. اجازه بدید که آقای آذری، تصور میکنید که یه آهنگ کوتاه پخش کنیم بله. دوستان عزیزمون یه مقداری بیان سر حال. اون کثافتی که اسمشو من فراموش کردم، شما هم یادتون نیامد، حسن عباسی بوده. آقای کاوه آهنگر فرمودن حسن عباسی، آقای شاهین مصطفی فرمودن حسن عباسی تئوریسین حکومت اسلامی، بعد سوسن خانم گفتن خیلی ها برای جلب ترحم فرزندانشان را همراه می آورند، که خب همین زنه آورده بود. درسته. درود بر سیاوش آذری گرامی، جمسان باقری عزیز، قربونتون برم. یه آهنگ کوتاه میخوام پخش کنم، یه مقداری هممون اعصابمون بیاد سر جاشون. واقعا میدونید وقتی اینجا میشینیم و به خصوص این مطالب رو عنوان میکنیم، به طور کلی سیستم اصلا چی میگن روانی آدم میریزه به هم، و یه وقتا که میبینید من حرف بد میزنم فقط به همین دلیل. البته هیچ وقت احساس پشیمانی نکردم از اینکه چرا احساس حرف بد میزنم، برای اینکه ما الان، من خودم همیشه میگم اینو جناب آذری، میگم من الان توی میدان جنگ نابرابر هستم، این طرفم هستم، کاری هم نمیتونم بکنم. اینا میگیرن به زن و بچه و دختر و ناموس و شرف و حیثیت من، به همه بچه های ایران، همه مردم ایران و تمام خاک ایران توهین میکنن، همه کاری میکنن، فوش میدن. دیدین که وقتی بله. میگیرن یه زن تو خیابون، پایین و بالاشو فوش میدن. آقا در همین خارج از کشور سفیر مملکت اومده به یک معترضی شروع کرده به بدترین دشنام دادن ها. بله، بنابراین چه اشکالی داره که منم فوش بدم؟ من هیچ مشکلی ندارم با فوش دادن، بی تربیت نیستم، و در زندگی خصوصیم هرگز فوش نمیدم، ولی اینجا میدم. و یه مثالی هم زدم، من هفته پیشم گفتم، روز سه‌شنبه پیشم گفتم آقای آذری برای شما بگم، این البته داستانه، چیز نیست، حقیقت نداره. میگن یه افسری بوده، این خیلی فوش میداده به سربازا، توهین میکرده، مادر سگ، پدر سگ، فلان اونا تو میزده اونا، خلاصه هرچی بهش نامه میدن، دستور میدن، فرمان میدن که آقا این کارا نکن، فلان نکن، گوش نمیده. خلاصه بهش یه امریه ابلاغ میکنن که آقا اگه دفعه دیگه به سربازا توهین بکنی یه درجه میگیری. مثلا فکر کنی سربان بوده، میکنیم ستوانی یک. خلاصه میاد میبینه که دیگه بدجوری شد، دیگه واقعا درجهش رو از دست میده. سربازا رو جمع میکنه، میگه آقایون توجه کنید، به من دستور دادن دیگه بهتون فوش ندم، منم نمیدم. ولی وقتی گفتم عزیزم یعنی مادرتا، وقتی گفتم عمرم یعنی خواهرتا، وقتی گفتم نمیدونم چی هم دونه دونه کد میذاره برای فوشش. حالا ما کد نمیذاریم، خود واقعیشه میدیم، ولی خب من جلو آقای آذری و جلو آقای دکتر واقعا خجالت میکشم، یعنی خیلی حیا میکنم، خیلی ملاحظه میکنم، خیلی جلو خودم میگم. ولی مثلا من اسم سازگارا که بیاد هرچی به دهنم بیاد میگم. یا همین خانم هما سرشار آشغال کثافت لجن که میگه که ما در زمان کسی که اصلا آزادی به زن داد، اجازه داد زن بره حکومت بکنه، زن بیاد افسر شه، خلبان شه، وکیل شه، قاضی شه، غیره غیره غیره، این لجن کثافت میگه که ما نمیتونستیم راجع به زن، آزادی زن صحبت کنیم. آخه نباید تو حلق این شل کار بد کرد؟ واقعا که فاحشه زیاده برای این دین. بگذاریم استاد، با هم آهنگو گوش بدیم بعد. ببرمیم مرگ بر امام خامنه ای، رهبر کبیر انقلاب. خب عرضم حضورتون که اینو بذاریم اشتادش اینجا. آقای آذری ببخشید، اینا تا یه خیلی ببرمید جفت و جور باشه و اینا ببرمید. صدا
خماری نرگسان پر خامکه، خماری نرگسان پر خامکه، برینی تا که دل از ما برینی، برینی تا که دل از ما برینی، بریده روزگارش تا مکه، بریده روزگارش تا مکه. مو که افسرده حالم چون ننالو، مو که افسرده حالم چون ننالو، شکسته پر و بالم چون ننالو، شکسته پر و بالم. ببخشید دوستان، من تا این یه مقداری هم این کامپیوتر منم خیلی اسلو شده و جون میکنه تا بیاد. بنابراین خب جناب آذری نازنی، در این آهنگ هم افغانی بودی ضمناً؟ نه خانم ایرانی بودن، آهنگ لوری بود میخوندن. بله آهنگ لوری بود. ضمناً بگم که اینجا آقای پرویز زینالی از همکاران شما در نیروی دریایی هم پشوردن و واقعا تلاش های ایشون هم قابل ستایشه. همه عزیزان، همه بسیار بسیار هم لطف میکنن، هم میشم که مطالبه بسیار جالبی رو میذارن. پاینده باشید پاکان ایران، تکاوران در شانشا ایران و درود به همه پاک آزادگان. آقای سعید هماوند هم تشریف آورده بودن، میترا خانوم هم از لندن گفتن که چرا به ونزوئلا نزدیک شدن، ملاها چرا به ونزوئلا نزدیک شدن؟ نزدیک بله طبیعی، میگن که کور رو میجوره آقایی گودالا، اینا حرومزاده ها میرن پیش یکی که مثل خودشونه دیگه. اصلا سپاه قدس جز کادر نظامی ونزوئلا در اومده، توی یک خبر من دیدم. بفهمه همیشه بله. شاد باشی، چه بانوان زیبایی، رقص قشنگی. مرسی خانم بهجانی، شما همیشه من هرچی موزیک میذارم تشویق میکنیم، خیلی ممنون. من اصلا دیگه میخوام آقای آذری دیگه اصلا راجع به سیاست صحبت نکنم، بشینم فقط موزیک بذارم. صدا بله امروز که واقعا امروز شادی باید باشه با این خبر. بله من زبنم ما اصلا خبرها با هنوز ندیدم به شما. ما در خدمت شما.
فقط اجازه بده من ببینم. من یه عکس یک ناپاکی رو میخوام نشون بدم اگه بتونم پیداش کنم، و اون اینه که یک حرومزاده ایست در ایران این سگها رو با 100,000 تومان میکنه. آقا زری اجازه بدین من 7 تا عکس بهتون نشون بدم، و خب شما در هر کدومشون خیلی کوتاه یه دقیقه توضیح بگید. این میگه که میدونی آقای رضاییه. بله بله، محسن رضاییه، درسته؟ بله. اولا این دکترای اقتصاد داره از مسترا، از مسترا، دانشگاه مسترا دکترای اقتصاد داره و چند تا چیز خیلی جالب داده. یکی گفته که ما هر دو مرتب بیان برای اینکه بودجمون تامین شه آمریکایی‌ها رو بگیریم، برای هر کدومم 1,000,000,000 دلار باج بگیریم. بله. بنابراین بودجمون. یکی هم گفته 7-0 از جلوی پول ایران برداریم. واقعا که تو این دکترا باید همون که عرض کردم. حالا می گفته که ای کاش اسرائیل بهانه ای به دست ما بده تا از روی زمین محوش کنیم. چقدر تا الان اسرائیل در سوریه بهانه بیش از 6,000 بار بهانه دست اینا داده؟ یک کوچولو توضیحی راجع به بله عرض کنم. ایشون گفته که بله کاری نکنه اسرائیل که ما اینجا یهودیان داخل ایران رو حسابشون رو برسیم. ببینید چقدر اینا پستن، چقدر فرومایان، که اصلا اگر یک ایرانی دارای به اصطلاح چی میگن به اصطلاح یهودیه، بله، یا دلیلی بر نیست که اسرائیل وطن خودش بدونه، ولی برای وطنش احترام قائله. من و شما مسلمانیم، البته من خودم رو استثنا میکنم از این جهت که من در یک ختمی که در به اصطلاح کنیسای برگزار شده بود صریحا گفتم اگر جنگ بین ایران و عربستان سعودی رخ بده من تفنگم رو به طرف خانه کعبه میگیرم. وطن من ایرانه، تهرانه، توجه میکنی؟ اینها بعد این عنصر کسی است که پسر خودش رو در دبی احمد رضایی آمده بود اینجا. من چندین چند مصاحبه باش کردم، حتی وقتی رفت کاستاریکا در سن حوزه پایتخت کاستاریکا به مطب دندون پزش رفته بود با دهان بسته، من باش مصاحبه کردم. بعد رفت و پسرش رو کشتن، انگار نه انگار اینا اصلا نه شرف دارن نه وجدان. بنابراین لات چاقو کشن که حالا از این عناوین و پیشوندهای آنچنانی به اینا میبندن که نه نه اصلا و ابدا اینا نه شعور دارن نه سواد دارن نه خرد میفهمن. این چیش بنابراین از این حرفا زیاد میزدن و مرتب هم نمایندگان اعزامیشون به سوریه بمباران میشن از بمیرن. الان خود من خبر دارم ازشون. اصلا آقای آذری هر چی میبرن توپ تانک نمیدونم کارخونه، همون روزی که نصبش میکنن شب میان دقیقاً میکنن. دقیقاً. بعد حتی یکی از سرداران سپاه گفته بود که آقا چرا شما رفتین. آقای آذری عزیزم، دوستان سیستم تصویر آقای آذری رفت، حالا تا بیان دوباره. آقای آذری چیکار کردین تصویرتون رفت؟ حالا تا آقای آذری عزیزم برگردن اینا. یکی این عکس بعدی، خب دلم میخواست آقای آذری در این موارد توضیح بدن که خب ایشون تشریف ندارن. عکس بعدی که میخوام خدمتون نشون بدم اگه بیاد، صیغه موقت خانوم ها رو ببینید مجبور کردن با چادر برن بگن که بزنیم بزرگش کنیم ببینیم چیه. قشنگ خیلی ببخشید خیلی طول میکشه تا میگه علم الهدا خواهران حزب اللهی ما که برای که با برادران عراقی صیغه میشوند، در صورتی که حامله شدن فرزندانشان سید و زیر پوشش آستان قدس رضوی قرار میگیرند. حالا چیز ظریفی نوشته که پس فهمیدیم سید چه کسانی هستن. کذیفترین، حرومزاده ترین، بیشرفترین آدم ها سیده هستن، و که از جمله همین
چیز حسن رئیسی رئیس جمهور کثافت متعفن حکومت ابراهیم رئیسی خامنه ای حرومزاده. اومد خیلی جالبه یه عکسی آقای آذری ببینم شما رو پیداتون شما رفتین نه آره ها نیستین ولی الان پیداتون کردم بله قد شدین. بعد اومد یه عکسی رو انداختن پدر حرومزاده خامنه ای بیشرف رو که عمامش سفیده یه گدای کنار کوچه نشسته یک آدم جوالق آشغالیه و این ناپاک عمامش سفیده ولی عمامه این سیاه شده یعنی سید شده فکر کرده که سیدی چه حرومزاده چه گویه ببخشیم. بعد این لاتا لوتا اینا رو میبینین این چاق و کشا اینا همون مداهان و اینا که دسته های سینه زنی را میندازن. خانم ها آقایانی که در ایرانین تو رو به جدتون انتر تو رو به جد انترتون نگذارید بچه هاتون برن تو این دسته ها و تو این سینه زنی ها و تو این مسجد ها. آقای زری شما توضیح شما یه چیزی بگین راجع به این. عرض کنم حضور شما که خب شما در مورد خصوصیات اینا گفتین. ببینید در اینجا هم رسم هست به اصطلاح یک افسر پلیسی کشته شده بود در گرندل تشییع جنازه میکردن و منم رفتم ببینم چه خبره یعنی چون اونجا کار داشتم. بعد یه مرده بیدم یه عده موتور سوار اومدن خالکوب از تمام این جلیقه های فلزی پوشیده بودن آستین ها بدون آستین با موتورسیکلت های هارلی اینا آقا پلیس بودن. ببینید از پلیس ها ما در اینا در کشور خودشون از اینجور پلیس ها استفاده میکنن. وقتی حکومت اسلامی اومد حتی سرباز وظیفه رو کشتن روده‌هاش رو از درخت آویزون کردن. ما به قدری افسران نازنینی داشتیم فرماندهان نازنینی داشتیم. واقعا به شما بگم این حادثه ایران خیلی خیلی یک ببینید این 43 سال آقای باقری بزرگترین دانشگاه رو برای مردم ایران به وجود آورد دانشگاه بیداری همون چیزی که آقای سیاوش لشکری کانون خرافه زدایی رو راه انداخته و نشریهش میاد خرافات رو به صلاح مطرح میکنه. امروز مردم ما بیدارن امروز ما ببینید این بلوغ و این دانش و این آمادگی همین برنامه سازی رو ببینید. شما یه صاحب منصب نیروی دریایی بودید الان دارید به بهترین وجه یه برنامه پرشرمنده و بیننده رو دارید اداره میکنید. این خودش نشانه این است که ببینید ما مثلا آقای سپند مسئول سپند که در همین برنامه بودن خدا رحمتشون کنه یادش صاحب منصب پلیس بودن بسیار شاعر خوب و با غزل‌های بسیار بسیار اعلی واقعا به شما بگم مخور ادقم ای دل آزاد کارت کار خواهد شد نگو خفته است مختم عاقبت بیدار خواهد شد خدا رحمت کنه نادر نادرپور میگفت شعری است که در حافظه انسان بمونه. بله ما نظامیان با شرف و با ارزش خود شما گفتم یکی از شما من مداهنه نمی کنم به شما ولی واقعا ببینید مملکت ما یه همچین چهرهایی داره. البته اینا اگر نظام شاهنشاهی بود نمیتونستن با این هیئت و وضعیت بیان خودشون نشون بدن اینا رو هدایت میکرد جامعه. انقدر ما مفاخر علم و فرهنگ و ادب داریم آقا ابن پزشکی از کشور ما رفته ابن سینا مال ما اعلامیه جهانی و حقوق بشر جهان رو کوروش ما صادر کرده. آیا اینها نباید به صدا دیده بشه؟ چرا؟ ولی به هر صورت به شما بگم اجازه بدید که من این خبرهایی که بخواستم بهتون بدم آقای آذری آقای اجازه بدید من دو تا دیگه سه تا دیگه عکس هست نشون بدم باشه. اینا هم شما توضیح کوتاه بدین که به اون بعدی هم برسیم بعد بفهمه. این بعدی عکسی هست این حرومزاده ایه که صحبتش کردیم سازگارای بی شرف بی همه چیز میگه قبل از نماز جماعت زیر چادر نمیدونم فلان نه
عجب این بنیانگذار سپاه پاسداران بله. حالا بله. ابراز تمایل کرده که بیاد با شاهزاده رضا پهلوی بله. حالا دیده که خب اینا بالاخره عقل و هوش دارن، درسی خوندن بله. حالا دیده که نه بابا چطور شده که تمام رهبران جهان الان به اصطلاح تمرکز کردن رو شاهزاده رضا پهلوی و وسایل ارتباطیشون اومده به اصطلاح مصاحبه مطبوعاتی ایشون رو مستقیما پخش کردن، ولی نه دیگه اینها آدمایی نیستن که بتونن جایی داشته باشن. بله خیلی بعضی ها اشتباه کردن و ناده من گفته شده که نباید تاییدم. ببخشید اینا کار اینا اشتباه نیست. بله بدارم عرض کردم من بله اونی که رفت تو خیابون گفت مرگ بر شاه، اون بیاد بگه من معذرت میخوام، اون قابل قبوله بله. ولی اونی که سپاه پاسداران تشکیل داده خودش با جرأت داره میگه بله من کردم که بیان سربازای شاه رو بکشن و ما حکومت رو بگیریم، ولی شاه بعدم میخنده میگه شاه ترسید و فرار کرد. این دیگه بخشیدنی نه اصلا بعد از این رو نکردم به هیچ وجه. منظورم اینا حالا هزاری هم بیان بگن اینو میخواستم بگم. اون بانوی نازنین هم فرمودن که چیز عکس کشته سگ رو نشون نمیدم، خود منم ناراحت میشم، اتفاقا سگ عزیز من پاش در رفته و الان بیمارستانه باید برم بیارمش. این حرومزاده هر سگی رو 100,000 تومن میگیره و میکشه. اینو عکسش رو دادن گفتن که اعلام کنین توی چیز نشون بدین، هر کس در هر جایی که میتونه عکسش رو تکثیر کنن که اینو هر جا دیدن حق و حسابش رو بذارن کف دستش. اینم یکی آقای آذری. عکس بعدی هم این ناپاک رو ببینیم که چی گفته. ایشون رئیس صدا و سیماست. ببینید فقط میگه این حرفا رو فقط در تیمارستان ها در بخش بیماران خطرناک میشه بارده. ببینید چی گفته این حرومزاده. تلاش میکنید حق پخش زنده تلویزیونی ظهور امام زمان را که از چامرس در راه در میان پخش کنیم. ببینید حالا اینا چه حرومزاده هایی هستن. آخه کدوم امام زمان کجا کی بود کی بود از کجا میاد از تو کدوم چاه در میاد، چاه مسترا چاه نمیدونم چی. حالا بعدی یه عکس دیگه هم یکی دوتا دیگه هم هست. آها ایشون هم یک مقام ارتشی هن که البته فکر نمی کنم اینا ارتشی باشن، اینا پاسدارن یا پاسدارایی هن که منتقل شدن به ارتش. گفته برای ظهور امام زمان، گفته ما برای ظهور امام زمان انقلاب کردیم نه برای رفاه و آسایش. حالا خودش میلیون میلیون میدوزه کاملا در رفاهه، ولی میگه شما نخورین نپوشین نخورین را نرین فلان کنین. به زودی خدمتش میرسن ملت، امیدوارم. امید عکس بعدی رم ببینم، اینم که بهتون نشون دادم دیگه من عرضی ندارم فعلا. آقای آذری عزیز شما بگین اخبارتون رو بگین. بله که عرض کنم که به دنبال آنچه را که این هموطن ما گفتم که من کلیپش رو برای شما پخش کردم و بله. خودم هم این رو شکافتم. 4 نفر از افسران هوافضای واحد هوافضای سپاه و همینطور واحد موشک‌انداز در کرمانشاه در چارلز بد واحد شماره 2 در کبیر سمنان، واحد شماره 3 در کبیر تبش، واحد شماره 4 در کبیر یزد، این 4 نفر از افسران و واحد متخصص واحد موشک‌انداز ترور شدن. اینا رو خبر رو نمیدن. افراد ناشناس، البته اسامی اینها رو متاسفانه تا آخرین لحظه نتونستم به اصطلاح بیارم پیدا کنم، ولی به احتمال داده میشه که اینا رو اسرائیلیا نشان کردن، یکی یکی رو با لیزر زدن از پای در بردن، سربازان گمنام امام زمان. عرض کنم که مسئله دیگه انفجار بنیاد شهید در شیراز، انبار مخزن مهمات سپاه پاسداران و همینطور نیروی ویژه ضد شورش در لویزان
در جاده لواسانا در مخزن مهمات انبار شماره 3 تمام تجهیزات و وسایل نظامی که در اون بوده همه رو نمیدونم با چه وسیله‌ای واقعا اینا رو همه رو از بین بردن. در شهرستان علی گودرز از توابع استان لرستان 4 نفر از ماموران شکنجهگر در زندان علی گودرز از سوی 2 موتور سوار ناشناس مورد حمله مسلحانه قرار گرفتن و با اسلحه صدا خفه کن به درک واصل شدن. اینا رو ببینید، ما تمام این 43 سال این کشتارها رو تمام به اطلاع مردم رسوندیم، یک دونه از این خبران خودشو نمیدن. در شهرستان کرمانشاه در منطقه تاغبستان یک افسر سپاه به نام سرگود یوسف بیت اللهی اهل استان اردبیل هنگام سوار شدن اتومبیل در پارکینگ یک رستوران هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. ببینید اینها جان خودشون رو کف گرفتن، میرن توی یه پارکینگی که میدونن یکی از پایوران یا یکی از سرکرده‌های سپاه میرن اونجا غذا کوف بکنن، وقتی میان بیرون اینا رو به لجبار گلوله میبندن و بعد فرار میکنن. در مناطق غرب از مرز خسروی و خانقین به طرف قصد شیرین و پاتاق یا کرند بالا و کرند پایین، سر پل زهاب، گیلان غرب، شهرستان ایوان، چارلز بد، عشایر این مناطق تماما مسلح شدند و درگیری در مناطق مختلف بین عشایر و نیروهای سپاه جریان داره. به شما عرض کردم، ببینید اینا دیگه خبره، اینا مال من نیست. بله. و مردم مسلح شدن، اونایی که عشایر که همیشه مسلحن، اونایی هم که رفتن به مثلا اسلحه خونه های نظامی حمله بردن، سلاحای بردن به هوایی که مثلا از حکومت دفاع کنن، بعد دیدن ای بابا اصلا این حکومت، اصلا این حکومت نیست، این سلاح ها رو در خونه مخفی کردن، الان علیه همین حکومت این سلاح رو از خونه ها آوردن بیرون، افتادن به جون پایبران سپاه. در استان ایلام در شهرستان منطقه هفت چشمه در رشهر و بعد رشهر عرض کنم که در منطقه شهر خاص علی که برادر امام صادق به اصطلاح گفته میشه، مردم این منطقه در خاک علی بین اهالی و نیروهای مسلح درگیری در گرفت، 6 نفر از افسران سپاه به هلاکت رسیدند، 11 نفر از اهالی محل در این محل به اصطلاح نبرد کشته شدند. و ببینید همینطور داره به اصطلاح ترور صورت میگیره. اینا ترور نیست، سوء قصد هم حسن قصده. ما این همه گفتیم بیایید به مردم بپیوندیم، همه مردم رو بزن. این مردم نازنینه واقعا، عرض کنم مردمی که این همه شعرهای زیبا زندگیشون رو تشکیل میده، این موسیقی زیبا رو که عرضه میکنن، که واقعا آقای باقری عزیز شما وقتی این موسیقی ها رو پخش میکنین خود من تحت تاثیر قرار میگیرم، بعد با خودم میاندیشم آخه برای این ملتی که موسیقیش اینه باید زد تو سرش. چرا؟ من آقای پاستور با تو هم، تو میزنی به سر خواهر و برادر هموطنت که خفه بشه و بیگانه بیاد انبار اساسی دارایی من و تو رو ببره؟ اینه واقعا شرافت حرفه‌ای؟ توف روی همتون بیاد. بله جانم. جناب آقای علی امانی یه مسئله ای رو عنوان کردن، فرمودن امروز هم گفتن فیروزآباد شیراز منفجر شده. بله. یعنی یه کارخونه است، من خوندم دیروز، یعنی بله منم دیدم این فیروزآباد، من رفتم نمیدونم چی درست کنیه و منفجرش کردن و تعداد زیادی، ایشون الان نوشتن که 70 نفر هم کشته شدن. ولی تعداد کشته شدگان بسیار بیشتر از اینه. واقعا اینه که خوشبختانه در گوشه و کنار همینطور که فرمودین هم دارن این حرومزاده ها رو در خونه هاشون دم اداره شون به گلوله میبندن، هم کارخونه ها و اینا رو منفجر میکنن. هیچ اشکالی نداره، ما فکر نباید بکنیم که اینا اموال مردم، اموال ایرانه، اموال ما هست، اموال ایرانی هست، ولی در دست دشمنه.
میدونید که در هر کشوری وقتی جنگ شد، وقتی دشمن داره غلبه میکنه، تمام تأسیساتی رو که اون کشور داره، مثلا به عنوان مثال پل، کارخونه اسلحه سازی، کارخونه نمیدونم کوفت و زه، هرچی، اینا رو خود همون حکومت فعلی که در اینجا هست اینا رو منفجر میکنه، میترکونه، نابود میکنه که به دست دشمن نرسه. بنابراین نگران نباشید، هر چیزی رو که میتونید منفجر کنید، بکشید، بزنید. اینا اکثر اینا که تو خیابونا به شما حمله میکنن ایرانی نیستن، اینا از همون نمیدونم یا افغانی هن یا سوریه هن یا لبنانی هن یا عراقی هن یا فلسطینی هن، از همون نمیدونم هاشمیون و زینبیون و فاطمیون و گون و کسافت های متعفن اسلامی، از همون آیسس و نمیدونم غیره و غیره. هیچ ابایی نداشته باشید اگر اینا رو میزنید، بهشون نفت بریزید، بنزین بزنید، آتیششون بزنید، نترسید، اینا دشمنن. وقتی کسی شما رو داره میکشه یعنی شما اجازه دارید بکشید. مگه خود احبر نگفت که آقا آتش به اختیار؟ آتش به اختیار برای همه است، هم برای این نظامی ها پاسدارای خودشونه، هم برای مردمه. یعنی هر کی بهتون حمله کرد بدون رو در واسه بابا، وقتی یه زن رو میگیرن دارن کتکش میزنن، لنگ و پاچش رو کشیدن، پیرنش رو در آوردن، سینه و همه بدنش ریخته بیرون رو دارن میزننش، وانستین بگین ولش کن بریزین بابا، 30 نفرتون سر 5 نفرن تیکه تیکشون کنیم. بگذاریم جناب آقای باقری عزیز، پاداش این همه فریادهایی که شما از سینه برمیارید، از سینه ول بیاد بیرون و از سینه دکتر سعید احمدی نازنین که امروز جاش خالی، واقعا جاشون خالی بود، پاداش رو ببینید اینه. عرض کنم حضور شما که خواستم انبار سدیم و آمونیوم، نه میخواستم یه چیز دیگه رو بگم. عرض کنم حضور شما که پاداش که یکی از عزیزان نه رفتش متاسفانه، نمیتونم اینو، میتونیم بیاریم پایین کیو؟ بله این اسامی رو بیاریم پایین یه خورده. بله چش بفرمی. این سگ گفتیم باید مجازات شه مثل سگ، اینم خوب. نه اینو باید بیاریم پایین. فیروزآباد شیراز هم گفتیم، واقعا اخبار اون بالاست، بالاتره، یعنی خیلی بالاتر. نه یه خورده که دو تا بالا رفت بالا. خیلی دلم میخواست اینم میگفتم، خیلی خیلی جالب. راجع به چی بود جناب آذری؟ گفته بودن اخبار واقعی رو فقط اینجا آدم میشنوه. بله دیدم بود. خیلی جالب بود. یادم نیست. ولی خب خیلی هست. حالا جناب آذری، دوستان عزیز، یه ویدیوی میخوام براتون پخش کنم، 1 دقیقه است. فرمایشات شهبانو به سپاه پاسداران، به بسیجی ها، لباس شخصی ها و اون هرونزاده هایی که مردم رو میزنن. اومد، ببخشید قبل شما اونم میفرمایید. ببینید نسا حسینی نوشته است واقعا که اخبار شما را هیچ کجا نمیتوان یافت. درود به کدمان، من لطف کردم و سرهنگ عزیز و دوست داشتنی. بفرمایید اینه عزیزم، ببینید این زن پاداش شما، مرسی. پاداش هر سه ما ببینید خدمتون اینجوریه، همه عزیزان هرچی می نویسن همش بین محبوب و منفور بودن یک فاصله کوتاست، ولی چرا آدم نیاد به خدمت خلق؟ ما دنبال مردمیم، ما فریاد مردم ایران هستیم در این سوی جهان. حالا بفرمید دوستان عزیز، تمنا می کنم که به این سخنان شهبانی نازنین ما توجه کنید. بذارید من این آخوندک رو قطع کنم، شهبانی بزرگ رو. خب اینو خواهش کنم همه توجه کنن، 1 دقیقه بیشتر نیست، 2 دور اینو میذارم براتون گوش بدید، تمنا میکنم توجه کنید. ارتش و سپاهیان
به ارتش و سپاهیان و بسیجیان و قوای نظامی و انتظامی که اینهایی که در خیابان میان و زندگی بهتر زندگی که باید لایقشون باشن، همین خواهران، برادران، فرزندان، خانواده های شما هستن. شما فکر فرزندان خودتون و خانواده های خودتون رو بکنین که در فردای ایرانی آزاد بتونن با دوستان همیهنان با هم صحبت کنن. اینو فراموش نکنید و الان نوبش هست که حس کردید که واقعا مردم زندگی بهتر و ایران یعنی لبه پرتگاه یعنی یه تکون دیگه بخوره جمهوری اسلامی از بین رفته است، ساقط شده. ارتش و سپاهیان و بسیجیان و قوای نظامی و انتظامی که اینهایی که در خیابان میان و زندگی بهتر زندگی که واقعا باید لایقش باشن، اینا خواهران، برادران، فرزندان، خانواده های شما هستند. شما فکر فرزندان خودتون و خانواده های خودتون رو بکنین که در فردای ایرانی آزاد بتونن با دوستی همیهنان با هم صحبت کنن. اینو فراموش نکنید و الان نوبش هست که حس کردید که واقعا مردم زندگی بهتر اسلامی در لبه پرتگاه یعنی یه تکون دیگه بخوره جمهوری اسلامی یعنی یه تکون دیگه بخوره جمهوری اسلامی از بین رفته است، ساقط شده. بله بلوزی کردی. من در پایان برنامه بله آقای میخوام یک بار دیگه این چیزی برنامه ای که بله پخش کرده بودم پخش کنم. بله چشم، من اینو ببندم کام. بله مطالبی که در برنامه در آغاز برنامه گفتیم میخوام یک بار دیگه برای اون کسانی که بعداً روی خطوط برنامه ما اومدن این رو بشنوند و این بخش پایانی برنامه ما رو تشکیل بده که اون همه امید و آرزوی ملت ایران درش نهفته است. میکروفون من بازه آقای آقایی؟